در تهران دادگاه بررسی پرونده سرنگونی پرواز PS752 شرکت هواپیمایی اوکراینی که با شلیک دو موشک سپاه پاسداران در هوا منفجر شد و 177 نفر از سرنشینان آن کشته شدند آغاز شد. خانواده های قربانیان این فاجعه این دادگاه را نمایشی و غیرقانونی می خوانند. ما در این رابطه با عظمت اجدری که خواهرش غنیمت یکی از مسافرین این پرواز بود و در این جنایت کشته شد گفتگو خواهیم کرد. خانم اجدری، سپاس از اینکه دعوت ما را برای گفتگو پذیرفتید. در تهران دادگاهی آغاز شده که 10 متهم داره. 10 نفر از اعضای رده پایین سپاه پاسداران رو در جایگاه متهم نشوندن، ولی هیچ کدام از مسئولین واقعی در این دادگاه حضور ندارن. شما فکر نمی کنید که با برگزاری این دادگاه، اگر بخوام از یک اصطلاح عامیانه استفاده کنم، جمهوری اسلامی قصد ماستمالی داره؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. روز یک شنبه دومین جلسه دادگاه در دادسرای نظامی تهران برگزار شد و خانواده ها مثل جلسه اول قبل از شروع دادگاه در خیابان تجمع کردند و عکس عزیزان رو بالای سر بردند و اعتراض خودشون رو اینجوری به روند رسیدگی به پرونده اعلام کردند. مطمئنن که این 10 نفر متهمی که در جایگاه متهمین نشستند متهمان اصلی نیستند، مخصوصا که اصلا به خانواده ها اجازه داده نشده که حتی اینها رو ببینن و اصلا بشناسنشون. پشت به خانواده ها نشستن، تحت حفاظت اومدن و رفتن، نه عین یک متهم بلکه با کت و شلوار و ظاهر آراسته در دادگاه حاضر شدن و مطمئنن ما خانواده ها این 10 نفر رو متهم نمیدونیم و اگر هم باشن، بر فرض محال اگر هم باشن، متهمین بسیار سطح پایینی هستند و متهمین اصلی این پرونده دست نشانده هایی هستند که این جنایت رو برنامه ریزی کردن و انجام دادند. خانم اجدری، از دید شما و خانواده های قربانیان این فاجعه، مسئولین واقعی این جنایت چه کسانی هستند؟ چه کسانی میبایست امروز در جایگاه متهم در دادگاه قرار داشته باشند؟ همونطور که مطلع هستید، خود حاجی زاده بعد از 3 روز پنهانکاری اومد و توی تمام رسانه ها اعلام کرد که این شلیک از طرف ما بوده. حاجی زاده خودش یکی از متهمان اصلی این پرونده است. سلامی، باقری، شمخانی و در رأس تمام این افراد رئیس کل قوا که رهبر جمهوری اسلامیه مسئول این پرونده هستند که واقعا با برنامه ریزی این جنایت را انجام دادند. به این خاطر پس که خانواده های قربانیان در تجمعاتشون در مقابل دادگاه در این روزها شعار مرگ بر خامنه‌ای یا مرگ بر سپاه میدن؟ به هر حال این دادگاه اینجوری که داره پیش میره، چون که خب ایرادات بسیار زیادی برش وارده، از جمله این که دارن تلاش میکنن توی این دادگاه که اینو یکی قتل غیر عمد نشون بدن و کیفرخواست رو هم اونجوری تنظیم کردن که خانواده ها خب مخالف این هستن و طبق بندهای قانونی از قرائت کیفرخواست ممانعت کردن، چرا که خلاف واقع هست این کیفرخواست و اونها تمام تلاششون بر این هست که کیفرخواست رو بخونن و این رو طبق اون چیزی که خودشون برنامه ریزی کردن نتیجه بگیرن و احتمالاً که منظورشون اینه که چون ما داریم به دومین سالگرد این جنایت نزدیک میشیم، میخوان این پرونده رو یه جوری طبق خواسته خودشون ببندن.
به هر حال خانواده ها هم یک کاسه صبری دارن و این کاسه صبر واقعا لبریز شده و این دادگاه یکی از دلایلی بوده که صبر خانواده ها رو به سر آورده و دارن مستقیم میگن که چه کسانی عاملین و آمرین این جنایت بودند. خانواده های قربانیان پرواز PS752 دو خواست دارند: حقیقت و عدالت. آیا شما فکر میکنید که اصولا در جمهوری اسلامی دستیابی به حقیقت و برقراری عدالت امکان پذیره؟ جواب این سوال همونقدر که تلخه همونقدر هم به نظر من خنده داره که ما از جمهوری اسلامی بخوایم توقع داشته باشیم که عدالت رو اجرا کنه یا حقیقت رو بگه، که اگر این طور بود اینها تا الان صبر نمی کردن. اینها تمام دنیا رو دارن توی این قضیه بازی میدن و دارن اینو مشمول مرور زمان میکنن و اگه میخواستن اینا حقیقت رو بگن 3 روز دروغ نمیگفتن، جعبه سیاه رو گروگان نمیگرفتن، صحنه جرم رو پاکسازی نمیکردن، تمام این کارا رو انجام نمیدادن و توقع بسیار نابجاییه که بخوان از جمهوری اسلامی توقع عدالت و حقیقت داشته باشیم. همزمان با آغاز دادگاه ده تهران، خانواده های قربانیان در خارج نیز دست به انتشار یک گزارش تحقیقی بسیار کامل زدند. اگر بخوام این گزارش رو خلاصه کنم، میگویند که این حمله موشکی به این هواپیما خطای انسانی نبوده، بلکه عمدی و از قبل هم طراحی شده. از قبل طراحی شده منظورشون چیه؟ همونطور که خودتون فرمودید در این گزارش، که گزارش بسیار مفصلیه و دلیل تهیهش هم عدم رضایت خانواده ها از گزارش کانادا و گزارش ایران بود، با همکاری کارشناسان و متخصصین به سرانجام رسید و در اون دلایل بسیار مشخصی آورده میشه که نشون میده این جنایت عمدی و از قبل تعیین شده است. از جمله دلایلی که ثابت میکنه از نظر ما که این جنایت طراحی شده و برنامه ریزی شده است اینه که یکی از مهمترین دلایل اینه که در گیت بازرسی سپاه از چندین مسافر سوال کردن که شما پاسپورت آمریکایی دارید و اینکه پاسپورت آمریکایی داشته باشد یا نه میتونه دلیل بر این باشه که اینها میخواستن نمیخواستن کسی مسافری در این پرواز باشه که به آمریکا مرتبط باشه، مقیم آمریکا باشه و اینها تنش‌هاشون با آمریکا بسیار بره بالاتر بره. و از طرف دیگه اینکه موبایل ها و لپتاپ ها و وسایل الکترونیکی مسافران رو اینها به عمد خسارت وارد کردن، شکوندن، مموری ها رو پاک کردن، مموری ها رو درآوردن، این خودش نشون میده که اینها میخواستن که اینو یه جور دیگه جلوه بدن. و بسیار دلایل دیگه که جای بحث بسیار زیادی داره و اینجا فکر میکنم وقت نداریم اونقدر که بخوایم بهش بپردازیم. شما در صحبتاتون گفتید که خانواده ها از گزارشی که اخیراً دولت کانادا منتشر کرده نیست راضی نیستند. در این فاجعه چندین کشور دیگر هم به جز ایران درگیر، اوکراین که صاحب هواپیما بوده و بریتانیا و سوئد که شهروندانی داشتند و به ویژه کانادا که بسیاری از سرنشینان یا شهروند این کشور بودند و یا ساکن این کشور بودند. به نظر شما چرا این کشورها تا کنون اقدام بسیار جدی انجام ندادند؟ این برای خودمون هم جای سواله. من نمیدونم آیا مماشاتی با جمهوری اسلامی پشت پرده داره انجام میشه یا دلیل دیگه ای داره، یا اینا میخوان صبر میکنن ببینن دولت کانادا و اوکراین چه کاری میخواد بکنه و اینها بعدن اقدام بکنن. ولی تا الان واقعا مورد انتقاد ما بودن و هستن و ما همچنان معتقدیم که به هر حال این عزیزانی که اینجوری بیگناه از ما گرفته شدن ساکن این کشورها بودن و این کشورها در برابر شهروندانشون مسئول هستن و باید پرونده رو پیگیری کنن، که البته مهمترین کشورها این وسط کانادا و اوکراین هستن
کانادا بازم نه زیاد، ولی اوکراین به نظر میرسه که اقدامات خوبی داره انجام میده و امیدواریم در آینده نه چندان دور نتیجهش رو ببینیم. با سپاس بسیار از همراهیتون. خواهش میکنم، ممنونم از شما.